به نام خدا. طرز تهیه گوجه پلو همراه با کباب تابعی ریزه که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود می باشد. برای تهیه گوجه پلو، گوجه رو رنده کردم، هم میتونین رنده کنین هم میتونین چرخش کنین. میذارم روی حرارت تا آب گوجه فرنگی جمع بشه. پیاز رو هم نگینی خرد کردم، میذارم روی حرارت با یه مقدار کمی روغن تا پیازم سبک بشه و یه کمی هم تفت بخوره. برای تهیه کباب تابعی که هم میتونید کباب تابعی ریزه کوچولو درست کنید و هم که کباب تابعی های بزرگتر، گوشت چرخ کرده رو بهش پیازی که یا چرخش بکنید یا اینکه رندش بکنید اضافه میکنم. من اینو به پیازم و به گوشت. به کباب تابعی حتما یکی دو حبه کوچولو سیر رنده شده اضافه کنیم، بوی گوشت رو میگیره. یه کمی، خیلی کم، زردچوبه، فلفل قرمز با توجه به ذائقتون و یه کمی هم نمک. اینها رو خوب با همدیگه ورزش بدید. گوشت رو با پیاز و سیر و ادویه ها مخلوط کردم، 2-3 دقیقه ورزش دادم تا مواد کاملا با همدیگه مخلوط بشن. کف یه مایتاوه رو 2-3 قاشق غذاخوری روغن ریختم. الان از این ماده گوشتم به اندازه های، اگه بخوام ریزه درست کنم، به اندازه های یه گردو بر میدارم، اینو قشنگ پهنش میکنم و میذارم توی مایتابه تا تمام موادم به این شکل توی مایتابه قرار بگیره. کباب تابه ایا رو پهن کردم توی یه مایتابه، میذارمش روی حرارت مرام روی حرارت ملایم تا آب پیاز و گوشت در بیاد. بعد 20 دقیقه از یه طرفش، 20 دقیقه دیگه هم یه طرف دیگرش تا آبش جمع بشه و به روغن بیاد. برای تهیه گوجه پلو برنج رو شستمش، آب ریختم، نمک بهش اضافه میکنم، میذارم به اندازه 2 ساعت خیس بکنم. پیاز من سرخ شده، آماده شده، بهش زردچوبه اضافه میکنم، مخلوطش. از این طرف هم گوجه فرنگی آبش دیگه کاملا جمع شده. پیاز داغ رو به گوجه فرنگی اضافه می کنم. یک کمی فلفل قرمز با توجه چوب ذائقتون، یک کمی هم نمک. اینا رو مخلوط میکنم کاملا. درشو میبندم، میذارم 4-5 دقیقه مواد طعمشون رو به هم دیگه بدن. از این طرفم کباب تابه یا دیگه آبش جمع شده، به روغن افتاده و آماده. الان اینجا یه قابلمه گذاشتم، جوش اومده، بهش نمک اضافه میکنم، برنج رو
که خیسونده بودم آبش رو گرفتم، به آب اضافه میکنم و اجازه میدم که برنج یک کمی نرم بشه، ولی نباید مثل موقعی باشه که شما میخواین پلوی سفید درست کنید، یک کمی دون تر باید برش بگذارید. در نتیجه اجازه میدم یک درش رو میبندم تا جوش بیاد، بعد درش رو برمیدارم که کف نکنه. اینجا هم که گوجه داره آبش کاملا جمع میشه. یه قابلمه رو، دو قاشق غذاخوری روغن ریختم، دو قاشقم آب، بهش زعفرون آب کرده اضافه میکنم، بعد نون میذارم. البته شما اگه نخواستین نونم بذارین هیچ مشکلی نیست، فقط همون آب و روغن و زعفرون رو میتونیم بریزیم. بعد برنجی که آب کشش کرده بودم ازش میریزم روی نون. از گوجه فرنگی که دیگه کاملا آبش تموم شده همراه با پیاز داغ و ادویه بود، میریزم روی برنج. میشه ادامه میدم تا تموم بشه. بعد از این که تموم شد درشو میبندم روی حرارت متوسط تا وقتی که بخار کنه. وقتی که بخار کرد زیرشو کم میکنم، دم کنی میذارم به اندازه 45 دقیقه تا یک ساعت که برنج دم. دوستای خوبم، گوجه پلو همراه با کباب تابهی ریزه ای آماده شده. امیدوارم شما هم درست کنین، دوست داشته باشین. نوشه جان.